در آغاز میشه بر ما بگین که این درگیری چی زمانه و چگونه آغاز شد؟ فرمانده روح الله صاحب مدتی بود که طرف های شهره و ماندره و یا که بریاله سنگین قرار داشتن. باز دمی اواخر صاحب برای من زنگ زد که پدر من اکثر خانه میم همینجا دیگه چه من گفتم پسرم نیا خانه که ترا با حساب بی گروه که هست میکشن. گفت که نه من که میم خانه باید یک زندگی و فامیل و دیگه را ببینم اینجا. بازی که میم در خانه صاحب همینجا ساعتی 10 بجه بود همراه من صحبت کرد که پدر جان من مال خانه آمده همینجا خانه هستم دیگه. چند تا میمونم پیش ما آمده همینجا میمونای بی سلا دیگه از قومی ها. همینجا نشستم من گفتم موازی باش پسرم که ترا طالبات دارد در تلفن هایت از دستت گرفته ترا میکشن. یک وقتی که ساعت 11 زنگ آمد که جنگ چه شده جریان داره. همراه زنگ زدم گفت پدر به حقم دعا کو فقط من اینمالی سخت جنگ دارم دیگه گپ زدن نمیتونم خدا حافظ داد دیگه. ساعت 12 و 15 دقیقه بود که جنگ آغاز شد. باز دیگه تلفن از این رخ نگرفت نماز دیگر بود دوباره دیگه تلفنش زنگ زدم رخ گرفت گفت پدر دارم مهماتم هم رو به اگمان شده سا همو اندازه من نگاه کردیم که دیگه بعد از 5 ساعت جنگ تقریبا ساعتهای 6 و 20 بود گفتینم اینجا ما تسلیم نمیشم با آخرین چه از پیش ما گریان پدر نکنی دیگه که ما دیگه شاید درجه شاید 15 نفر با دست خودم زدیم دیگه ارمان بدلم نیست. بعد از اینکه ساعت 6:30 و 7 بود طالبان تا اون وقت با راکید و از ده خانه را در دادن دو سه تاولی را در دادن یک دو سه در صاحب خانه‌ای که بود اونا را زدن کشتن. آخر به تنگ آمدن دیگه پیشیدن نتونستن که بچه ما را میزنه دیگه جسدهای طالبان غلطیدگی بود. یک بشکه دو سیره را بارود پر کرده با چیز از بالا با کلنگ خانه را دو منزله را سوراخ کردن از بالا هم داختن. همین دو منزله مکملا تخریب شده از طریق بچه پایین میفته بچه همینجا توسط همین بارود و بم میسوزه دیگه. بازم پیشیدن نتونستن شب در حدود 600 نفر از ولسوالی های فرنگ و گذرگاه نور از اینجا دیگه هم خواسته بود یک قطعه 40 نفری دیگه از لایزریشون از ولایت بغلان مرکزی از اونجا خواسته اونا هم رسیده بودن. شب همه مردم هم محاصره کردن مادری بچه را نگذاشتن که دیگه چی کنه در وادش قلف کرده بودن و دیگه چند تا زنای دیگه بالاخره پیشیدن نتونستن که دیگه جسدها را دیدن این بچه نی گفتن ما تا این بچه را که پیدای فرمانده یک نفری ما را طلب کرده ما تا که این را پیدا نکنیم هیچ امکان نداره. همون بود که تلفنش با ما قطع شد دیگه من یک تعداد گفتن که کشیده خدا یک تعداد میگفت که نیست. صبح که شد صبح شاو تیر میشه صبح روز که شد دیگه مرد مصافیدار اجازه داده که بین همین دیوارا را پس کنین که پیدا کنین دیگه خودش هم نتونستن ای تر داده شو. ساعت 10 بجه بود دیگه بعد مردم همه جا چی کردن جسدای دیگه را سعی کردن. مردم گفتن که دیگه نیست گفتن نه تا که دمه که پیدا نشود جسد زیر ما ببینم که فعلا 12 نفر ما را کشته دادیم و زخمی 11 نفر زخمی دادیم 7 نفر طلب دادیم ما شما قریه را نمیمونم. مردم قریه را دستبند میزنه یک تعداد یک تعداد باش اجازه میده گفتن دمه پیدا کنیم. باز اینا بشرانده شرانده از زیر خاک با سوختی از این را پیدا میکنن و بعد از اون طالبا گفته اینا ما این را با معلوم میتن سر میرن چرا کم آدم هست. باز از مردم پرسان میکنه قدی از این چند تا بود و کی بود و دیگه فقط دو تای دیگه هم که شهید شده اونا بیستلا بودن نه سلای داشتن از مردم احالی صاحبی احالی امو دمو احالی که جا با جا بودیم امو جا میمون بودن دیگه. فقط صرف یک همی آدم پسر میشه این مدتی در غزنی 8 سال در غزنی جنگ کردگی هست در اردوی ملی وظیفه داشت بایسی توران ردبش توران بود دیگه. در این سالای آخری که سقوط دولت چی شد دیگه مدتی 2 سال شده بود که در قندوز در چهاردره و دیمام صاحب و قلعه‌زال اینجا وظیفه کردگی بود دیگه. یعنی میقسم صاحب این بچه را بسیار نامردانه شهید ساختم دیگه. آخرین پیامش به من همین بود که پدر به حقم دعا کو گریه نکنی که من 15 تن از دشمن را دیگه. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.